بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرضی ادب دارم خدمت بینندای عزیز آواز افغانستان احمد هستم و یک بار دیگر شما از زایده خوش آمد میگم به یکی از برنامه های مهاجرتی آواز افغانستان همتنان عزیز ما مهاجرین عزیزی که در ایران هستین و مخصوصا در خراسان رزوی شما زندگی میکنید فاقد مدرک هستین گرچن اونایی که مدرک دارین هم متوجه این نکته باشین و اونایی که مدرک ندارین خیلی متوجه باشین که این موضوع فقط مربوط شما کسایی است که شما در خراسان رضوی زندگی میکنین مخصوصا اونو اون از ایده از همتان ما که در مشهد و در چناران زندگی میکنین دوستای عزیز جلسه تحت عنوان ترد اطبای غیر مجاز در استان خراسان رضوی و مخصوصا در شهرستان چناران برگزار شد مدیر کل امور اطفا و مهاجرین خراسان رضوی در مورد دستگیری شناسایی و ترد اطبای غیر مجاز با فرماندهان و مسئولین شهرستان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کردن. نشست مدیرکل کل امور اطفا و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با فرماندار اعضای شورای تأمین و کمیته ساماندهی و ترد اطبای غیر مجاز شهرستان چناران صبح امروز در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. حسین شرافتی در این نشست ضمن تبیین گزارش از آخرین وضعیت اتباع مهاجرین استان از تلاش خالصانه دستگاه های امنیتی فراجا در انجام ماموریت های محوله در خصوص اتباع تقدیر نمود. و ای در ادامه با اشاره به اولویت های کاری سال 1403 اداره کل اتباع بیان داشت. سازمان ملی مهاجرت پس از تشکیل طرحها و برنامه های ویژه در خصوص ساماندهی دقیق صحیح اطباع کشور برنامه ریزی اجرا و پیگیری می که بسیاری از این برنامه ها نیز در استان خراسان رضوی در حال انجام می باشد. شرافتی در ادامه از همکاری و تعامل فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان چیناران تقدیر نمود و بیان داشت. شناسایی و ترد اتباع خارجی غیر مجاز به عنوان مهمترین اولویت کاری این اداره کل با جدیت و با همکاری و احتمام سایر دستگاه ها در حال پیگیری می باشد و با اتباعی که به صورت غیر مجاز در استان حضور دارند برخورد قانونی و لازم صورت می گیرد. محسن مه فرماندار شهرستان چناران نیز در این نشست گزارشی از اقداماتی انجام شده در شهرستان در خصوص شناسایی دستگیری و ترد غیرمجاز غیر مجاز ارائه داد و بیان داشت برای جلوگیری از آسیب احتمالی شناسایی و جمع‌آوری اطبای اتباع غیر مجاز در شهرستان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد شایان ذکر است در پایان این نشست توسط مدیر کل از فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان با ارائه لوح سپاس قدردانی به عمل آمد خب دوست عزیز همونطوری که متن خواندیم دستگیری با، غیر مجاز در شهرستان های خراسان رزوی مخصوصا در شهر چناران تصمیم اتخاذ بر ای شده که به هر نحوی که شده باید اتبار شناسایی بکنند دستگیر بکنند و ردی مرز بکنند دوستان عزیز ایران از طریق پلیس فراجا از طریق مردمی از طریق کارفرماها حالا رویششون فرق کرده میتونه که شما کسایی که فاقد مدرک هستین شما را دستگیر و ترد بکنه همونطوری که یک از هماتار ما دیروز هم یک ویدیوی رو برای ما فرستادن که واقعا ناراحت کننده بود حتی کسی که دارای پاسپورت و ویزا بود اونا را هم ردی مرز کرده بود فرستاده بود بر و مورد بی بی سی هم گزارشی داشت دوستای عزیز پس کسایی که مدرک دارین در خراسان زیر زندگی میکنین هم متوجه خود باشین فکر نکنین که حالا ما مدرک داریم ما را هیچ کار نداره حالا اونایی که مدرک داره هم تقریبا در اکثر استان ها اونا را ردی مرز کردن و اذیت و آزارشان میکنن پس شما متوجه باشین که همونطوری که در ویدیوهای قبلی گفتم از گشت گذاره های بیمورید بیجا بی خود خودداری بکنین یک ذره در شهر هم که می روید نزاکت ها روی آیت بکنین و متوجه رفتار و کردار خود باشین پس هموطن های عزیز ما که در خراسان هستین خراسان رزوی شما خیلی متوجه باشین که خدای نکرده شما را نگیره حالا اگر می فرسته اونورم که وطن ما و شماست خانه و زندگی ما و شما هست اما متاسفانه یک چیزی هست که فعلا مردم به خاطری نبودی کار و بعضی موضوعات مثلا در ایران زندگی میکنه خب به هر نحوی که شما در ایران هستین متوجه باشین آه, که شما را دگیر نبکنه به خیر و سلامت باشین دوست عزیز فقط خواستم که این موضوع رو با همتنا عزیز ما که در خراسان زندگی میکنه شریک بکنم که طرحی دستگیری ترد و مرس کردن افغان ها مخصوصاً در خراسان رضوی خیلی جدی دنبال میشه شما متوجه این موضوع باشین همتون عزیز بخیر خیر سلامت باشین خداوند یار و نگهدار شما و یادتان نره دوست عزیز که چنین رو سابسکرایب بکنین این ویدیو رو با اشتراک بگذارین با سایتان تا اونایی که در خراسان هست با خبر شد و سلامت باشین خداوند یارو و نگهدار شما